sana dinliyim frozu dar zutar. Oxir Najim sen dur baro içilerin. Ben skuşa donam hayri ya skuşa donam. Tuk baro zirkon. Zud rafta doktor hocaya zanin odan vazni şu da istoda az. Hop şu da az. Çi şu dar diye bir morçi. Sakta edeyim. Bir morakı beyce o var. Nam yok. Soyum neden ona gel. Yakın hemşehrin hocaya zanin. Kutma ilaş. Dar olur o başı bayağı yiyor bari. Bakıcı o. اینجا بیا تو بگو جا میگوریز یا؟ سابید رو نجات ندوده بگو جا میگوریز یا؟ اکرا زداری میکنم مرا را حکن آقای ایگیت خاموش بدن سفتو دیم خیری خاموش سندی آقای ایگیت ایگیت تو در اینجا چیکار میکنی؟ ای وا رادیت یکی تو رو آزاد کن ببخش جاره اما آزادش نمی کنم او با من در کار است با تو گفتم که آزادش کن تو حق نداری که شخصی آزاد رو تهدید کنی سرد رو در بالا نمونده و رو آزاد کن بلاوا برین او اکنون دستگیر شده است من کسی رو زیر تهدید قرار ندادم سردارم این پلید با من لازم است می فهمید بعد چیکاری که با من و او کردن خواهید کردن گیرید اما حالا باشد این بشرف رو با شما نمیدیم سردارم نمیدیم دمتو گیر یکیت با تو ایست میگویم با او چی شده است؟ آیا یکان دکتر این بیمار رو دید؟ یکان چیز رو نمیدونم آقای دکتر خدایا یمین هستید شما خانم باوری دارید که با پای خودش آمد؟ در حال چیزی که لازم است کنید خوب شده است سردارم شما خطا فکر میکنید بس ایلیت همین را تقاضا میکنم سردارم او را سرده گفتم سرد را در بالا نانداز ببخشید سابی در دمی مرگ است حیاتی او در دستی همین پلید است دروغ میگویند مرا میکشند تو خاموش باش قین هم وقت تمام شده است طاقت هم را تاق کرده سوده یگید گوش کنید بعد آن که سابی را نجا دهد هر کاری که میخواهید کردن گیرید برای من فرق نداره سردارم این آدم دیوانه است با خدا دیوانه شده است هری او چیکار کرده نیست سردارم با خدا این مراتب راست میگوید اکی ثابت در دمی مرگ است ثابت در کجاست در پایان در شعبه احیاگری آگر کنی بینیم من رو به نزد آنها بر مایلش به این طرف بیاریم سردار زودتر سردار میرویم اکنون سرت را در بالا ماندی پلیس همه ای کار را دید از اینجا راه گریز نداری گپی اساسی را نگفتی احمق رزیل آنها برای دستگیر کردن تو آمدند چی گوش کن مرا میخوای که زنده مانی ها؟ زنده ماندن میخوای؟ بله التماس میکنم یراقت رو یک طرف کن اگر زنده ماندن خواهی ثابت را نجات میدی باوری کامل دارم که به او چی زهری داده باشی پازه را را شو میدانی یقین دادم اما من گناهی ندارم پیکاس با من فرمان داد بس کن یکان دارو درمانی هست که ثابت را نجات دهی بله هست اگر با او میتاکسین دهیم تاثیر داروی پیشنهاد رو نابود کرده صحت میشود میتاکسین مرا گوش کن اگر او را نجات دادی اگر او زنده نماند رحم نکرده جانت را با دستان خودم میگیرم دکتر تو را بارا بارا میگونم نجاتش میدهم مرا نکش التماس میکنم پیشترا هرگز به یکان خطاگی راه نده آوازات را هم نبرار یاری دهید مرا نجات دهید این شخص قاتل از سلاح دارد مرا زدید گریخ نابکار به کدام طرف رفته باشد با اکی ثابت چیزی داده است که دواش را خودی حاضر رول میتوند برای همین او رو به اینجا آورده ثابت در کجاست گفتی؟ در شعبه احیای رو موندیم بیایید آن در اون طرف برای چی؟ چون انسان به ما خبر ندادید اوف از کجا دانم؟ کمی به هیجان آمدیم سر دارم خدایا چیکار کنم؟ نامی دارو تیزم که نه میتاکسین میتاکسین بله همه ای کار با دوشی من افتید نه دوشی من کامان ثابت صبر کن در اینجا یک بیمار بود با کجا برده باشند شنوسی شما بله در کجاست گبزن نمیدونم احوالش که بسیار بچو دکترو رو با کجا نمیدونم ها.
در اینجا چیکار شد؟ یک اودام با مو حمله کرد. سینو سولاش سی مویل عبدور وریش دار بود؟ بله بله. آیا حاضر اول هم با او بود؟ یک جای بودند؟ جانب با بیرون بر اومد. اون شخص باشه با طرف شعبه یهی رفت. میندو من از کفای حاضر اول میروم. توی گید رو گیر فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. توپراک تو خیری رو گیر. رفیق من شما همه درهای بر اومد رو نظارت کنید. فهمم؟ همه حجت هایی در اداره بودارم را نابود کنید. خوب شده است. خوب نیست. دکتر او را تشخیص کردن نتوانید. خارجان باید میترکزین به او دهیم. میترکزین دادنمون لازم. چی باید دید میگوید؟ حاضر آل این را با من گفت. او گفت که باید میترکزین دهیم. از کجا یافت میشود؟ این دارو در کجاست؟ این خیل نمیشود. ما با اختیاری خودمون دارو دادن نمیتوانیم. تو به من بگو که این دارو در اینجا هست یا این که نیست. نمیدونم. در بین دارو باید باشد. انا در اونجا. دارو. شما چیکار میکنید؟ حیات بیمار رو زیر خطر میمونید. نباید این کار رو کنید. با خود بیایید. به این هم حیاتش در خطر است. در زمین مرگ است. میدانی تو از کدام خطر گپ میزنی؟ چه خیلی خطر. دارو ها در کجایم؟ چی کار میکنید؟ حق ندارید. با خود آید. میترکزین میترکزین. اخری من در جایش خانم. من میدانم که چی کار کنم. همینش کافیست؟ کافیست یا نه؟ کافیست میگویم یا نه؟ نه. چی کار میکنید؟ تستر این رو با بدنی او گذارون. تستر. من کردن نمیتوانم. تو باید این دارو رو با بدنی او گذارونی. باید. نه من حق ندارم. از بالا شما شکایت نکنم. من این کار رو نمیکنم. خدایا با کجای از گذارونم این دارو رو. پاسبان یاری ده. چه این سوزا دارو رو با بدنش گذارون. خدایا با من یاری ده. خدایا یاری هم ده. خدا من دا یاری هم ده. بسم الله. یکی ایست از جایت نشد. الو آقای پیساگور، التماس مرا یاری دهید. پلیس مرا تاکید میکند، مرا دستگیر میکند. یاری دهید التماس. حالا در کجایی؟ در ماشینم با راه دویومی پول میدارایم. برای چه پلیس از دنبال توست؟ چی شد؟ نمیدانم جناب، یگان چیز رو نمیدانم. باید مرا یاری دهید. کاری سرمت قهوچه چی شد؟ تمام کرده نتوانستم. یگید به بیمارخانه حمله کرد. باز یگید؟ باز مانه کارمون شد. جناب من چی کار کنم؟ پلیس از پشتم. تا گردش قهوچه آمده میتوانی؟ با فکرم که میتوانم. آدم هایم را روان میکنم. دور از آنجا میگرند. غمی پلیس ها را هم نخور. آنها کار را حل میکنند. جنابم چی شده است؟ سردار شما تا حال نمورده است یا من؟ حاضرال کار را تمام نکرده است؟ حاضرال حالا با درد خودش مشغول است. گوش کن. جوره جان خاطر جورگیت را ندیدم میپرانم. پرتا سوزند را به یک طرف. جورا جان چی کار کردنت رو میدونی؟ او رو به سوی مرگ میبری. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاص شدم. ثابت ثابت بیدار شو. ثابت به خود بیا. ثابت 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 مرا میشنوی؟ ثابت ثابت مرا میشنوی؟ ثابت
احوالا چطور است؟ اکی زوبید مرو میشنوید از برای خود با من گپ زنید زوبید زوبید احوالا چطور است؟ یکون چیز میشنوید التماس گپ زن گپ زن زوبید اگر مرو میشنوید گپ زن خدا رو شکر نجات یافت قند زنید یک طرفی است کنی بینیم این مراتبه چخیل نجات میافته باشی جورا جان اگر دستانم را تو میبندی من یکان حسرت نمیخورم جبری تو از آن کشم که روی تو نکوست بستنت را همچون لطف دوستانه قبول میکنم پولیس نومده من را از اینجا برید مرحمت دانوشید سوار شوید پولیس حرکت نکنید گذار گذار سلاحایتان را برارید بزمین گذارید به طرف من روان کنید سلاحات رو پردار سرکمسر ممدو با حکی صوبی چی میشود؟ در نظر شگون کس رو میگذاریم سرکمیسر این شخصانی که دستگیر کرده در سوی قصد سرمت قهوچی شریک می باشند؟ نه رفیقان یکون علاقه با او ندارند گناه اینها دیگر است زودتر راه گردید مالاش زودتر می رویم همه شنوی مگر هر کس که باشد به تاخیر براید خطاگی کلان میکنی نجیب هگاه همه روزت را با پرسیش و عذر و بخشش میگذرانی این را بعد میبینی کنی دستایش را بند مرحمت با اجازتتان گوش میکنم چی کار کردی؟ از پلیس دور شده توانستی؟ حاضرال نیست راحت باش با کی سخن کرده استادم عجبا؟ جنابم یکان خبری بد شد؟ پلیس حاضرال را دستگیر کرده است براستی؟ ای وای وای جناب مرا جیغ زدید با شما خبری بد دارم کمی پیش پلیس حاضرال رو دستگیر کرده است چی؟ نه کارمون چطور شد نجیب یکون کار نمی کنی همه همون خونو خوردیم یکون استاد جیغ زنید اکای نجیب گرفونک رو تعمیر کند شبی دراز از خونو که لرزیدیم رویم رو با آب شستم مثل یخموس شدم
آها تنگا برامد بای میشویم دادا کوشانه پورو گیرید استاد جغزاده او رو تعمیر کنید بقیه پورو باشد اشیاهای باقی مانده رو عوض کنید اگر باز پول کمان بازاری کنید باقی مانده شو با کودکان دید دادا با فکرم این پول ترکی نیست میدانید پول ترکی دیگر است بله پسرم این پول دیدگیت یک پول نجیب است چی قدر که صرف کنی تمام نمی شود با برکت این میمدو کجا شده باشد؟ آمدم صبح خیر صبح خیر کنی گذار بخیر سپای هنر خانه مثل یخدان شده است به ارزورم که نرفته ایم خدا سردار را برکت دیهد هوای ارزورم را به خانه امان آورد بخوری ویرون شده است که ایمیندو رانا چی خیلی خوبم تشکر خدا چه حال داری می شود خوب رفیقت نمیتابد و در کجاست وقت و آخر تماما غیب زده گوش کنه چندین وقت یک جایه بوده پیش از سفر ارزورم یک بار هم درمون را تک تک نکرد حتی برای گسیلمون نامد از اون روزی نیستم بخبر باشید خوب است بسیارم خوب است این چهار کم تصیحاتر کن بیرنگ بچوده است چی شده است؟ بازی کن کار کرد اکنون یکون کار دیگر کرده نمیتواند چرا؟ برای اون که عین حال در محبس است چی؟ یعنی چی خیل؟ چی؟ هی سرکمیسر این را به نیازه دوست خودم دستانم را بسته مرا به اینجا آورد نگرانشم سرکمیسر یکان چیز نمی شود کمی نصیحت کرده تو را آزاد میکنن شاید یکان دلیل داشته باشن با من هم ده نیازی؟ ممکن نیست سردار اجازت نداده است گفت که خیری را دانه کدو ندید بسیار خنده آورد نیازی بیاد آن روزها دلم گم میزند من هم نفهمیدم به خدا بسیار یاد کردم اما اینجا تو را کسی یاد نکرده است خیری موش تو چی خیل ما را فروختی ها؟ کی فروختم؟ چی خیل فروختم؟ کی فروختم؟ کنی قبلن چی را فروختم؟ ها یعنی فروختگیت را قبول کردی؟ اکا ما یک اصول خطا را استفاده بردیم برای سه تنگه شده ما را تمام میکنی این هم کار شده؟ خدا را شکر که سرکمیسر یکی دستگیری همون کرد تشکر به او بس کنید به گذشته صلوات گذشته ها گذشته ای بیده گفتم نیازی میگن که به سردار یادم چی نوامد است نپر سرکمیسر یک زنی نمیشدنی احمقی نمیشدنی چی خیل گویم ها من مثل خیری ای خدا کی بود است نیازی نامش چی خیریه ای بس اکنون این بسیار خوب با خدا که بسیار خوب خیلی خوب است نخواد که انسان رو همیقدر پس زنند باز یکون کار هم نشده است برادر تو رو از اینجا اصلی کار رو اگر نجیب سردار آید آنه بعد میبینی باز کمی دیگرده چی کار کردی یکی؟ باز با سرش چی بلا آمد؟ که سرش از بلا دور کرده بود که این مراتی با یکون کاری مهمی نیست خواست که یک کس رو یوری دیهد اما دستگیر شد کمی در زیر نظارتمون ایستاد با آنها میکنیم که تو رو خیلی شد که ندیده دادا من رفته اکای گیت رو بینم بعد بسان بگم امدو خوب است خوب است جونکم خوب تماما اشتیهایم گشت میخیل اگر اشتیهایت گشته باشد با سود گب میزنم 30 سال حکم میدین رجعت خوب میشود این رو بینید اگب رو با کجا کشیده برد ما در اینجا بزمو بازی کرده خورا خوریم و بیچاره در محبس گروس نشیند میخیل بزمو بازی کرده نشستیم با فکرم او در جای دیگر است بینید من از خونوکی چه خیل میلرزم یکید هیچ گاه با عقل نمیشود عاقبتی به آخری جزایش این است با من باشد او رو هیچ وقت با بیرون نمیبرد حالا همین خیل چه خیل از آب کشیدنش رو گویو نمیدونی کشیده باشد کشیده است چیکار کنم چی بدیه که با سرت اومد پسون به عقلی میکنی ها بس کن مندو بیهوده و نوجو گب نزن رانو تو چی گفتنی هستی ها؟ سهر برای سرمان رو ویرون نکنید در یخدان دلمه هست اون رو به یکیت برید نجیب آخیر وی دلمه رو دست میدارد کن باز در یک چای نکشه دیگه چای من ممدو فراموش نکن وقتی که ما میرویم یک سیخ کباب برای یکیت بگیریم بخدا خوب میشود دو سیخ کباب گیریم اولم گلستان میشود نسب الله خدا یاری داد انا سرکمیسر یکی چای دم کنم مرحمت بیار این فرم جان بیار سلامت باشه
چی برای مو نیست؟ تو در هوای بارانی هم آب نمیدیم نابکا. این رو بینیدن؟ حتی چویشی من رو پیسن نمیکنن. طاقتم طاق شد، ایسیان میکنم. خیر نیازی، کارهایتان چی تورند؟ گاهی خوب گاهی بد سرکمیسر، آنها را دستگیر میکنیم، بعد آنها را از اینجا آزاد میکنم. با فکرم این کار آخر نداره. مگر من در وقتش به شما نگفته بودم ها؟ با این رزیلان انسانوار رفتار کردن خطا است. به خدا من هم بعضن همین خیر فکر میکنم سرکمیسر. ای مرا سردید، ایگه سردید گفتم کجا میبرند مرا؟ کمیسر تقدیری تو در پیشونیت نویشتگی است، تقدیر کارشون میکنن. روکر، روکر، این فکری تو کاری خوب نیست سر کمیسر. دستت در رو نبینن، فریفته آنها نشو، فریفت میکنن. چه خیلی که نبوشون تو رو آزاد میکنن. براستی و عدالت تسلیم شو، کاری خطا میکنن. این خودش چی گفت؟ در وقتی کار سفستگویی رو سر کردید، اگر خواهید یکان چیز برای خوردنتون بیارم. در کار نیست جانکم، چند پیش با ما کلچه گرم و دلمه آوردن. صبح خیر سردارم. با من دیزو اینجا چی گپ است؟ این چیه؟ صحبت صمیمیست نیازی؟ سرکمیسر یکیت بگانه نیست، همسلکه. یعنی همسلک پیشی نه؟ نباشه در این پس پنجره چیست نیازی؟ این معنای چی رو دارد؟ چی گفتی سردارم؟ در حیات سرم از همه چیزی که نفرت دارم این است که پلیس با کارهای بد دست میزند. شان و شرف پلیس را پایمال میکردگی شخصیت و شایسته نفرتند. اگر شخصی را که مثل من سرسپرده شان و شرفی کسب و پیشه‌اش باشد، پیدا کنی سرم را فدایش میکنم. به این تشکیلات اسناد نارم گفته این خانم از وظیفه استعفا داده بود. متاثر شدم. با نجیب سردار زنگ زده خبر ده آقای زکی یحیی برای استنتاق حاضر آمده ایستاده است. باشد سردار. نبای نیازی مادش مادش موزر می رویم تو بازدید رفتیم امدو مورو در شبه خوشی سردار نجیب ایسید این رو بایی گید برید خانوم تو جدی گفتی ساده خیر چی برده دید یا با دستتون می چسبد یا خدا توبه کردم رفتیم زودتر مایلش براری کار حجت های حاضرال در اداره ادوکات چی کار میکند؟ برای چی اینقدر بپروید؟ جناب، مسئله این است که کسی به یک دیگر باور نمی کند. در دست همه حجت ها موجودند. این را یگانه راه نجات خودشان میشمارند. دستگیر شدن سرمد بسیار کاری بد شد. برای چی نکشته رو؟ یکی در آنجا بوده است. برای نجات ثابت به بیمارخانه حمله کرده است. تا حال از این یکی راهو نیافتیم. چه خیل می شود؟ آخر او در برابر قوه ما مثل یک بچه هم نیست اما به خوراک من افتیده اشتهای من را می گرداند جناب مذهبیان قفا مانده او را به پشه نمرود تشبیه می دیند آنها باوری دارند که پشه چطوری که نمرود را نیست کرد ما را هم نیست می کند هم بهترش که پشه نگویم چون که اسلوب سخن خراب می شود مینیک تو چی سفسطه گفتی ساده ای؟ این خرافات را بس کن جناب ناگاه خودم را گم کردم مرا ببخشید حالا چی کار میکنیم ها؟ حاضرال زیر سوال قرار دارد امروز یا فردا به محکمه کشیده میشود اگر دوستانمون در اونجا نباشند انیق او را حبس میکنند سوها تو مسئله محکمه و سودیه ها را فهمیده برو حاضرال را به کدام محکمه میبرند کدام سود دعوای او را بررسی میکند خوب شده است همین که فهمیدم به شما خبر میدیم مبادا یگان مشکلی شد حل میکنم پیکاس تو با کار سرمت قهوه چی مشغول شو از آنی که نمرده است معلوم شد که در خفای او کیا میباشند همراه یمن به زیارت او روید از جدا شدن وظیفه سرداری حزبش او را تسلا دهید یعنی چی کاری که لازم باشد کند جناب با یمن صحبت کنون میرویم یگیت رو دیشب با حاضرال یک جا دستگیر کردند حالا که گنجیک در قفس است برای او هم یکان خوبی را فکر کردن در کار با سویلای گبزن حالا که دست و پایش بسته در قفس است کارش را تمام کنیم این فرصت را از دست نمیدهیم من به این کار مشغول میشوم گبزن آه
خوب شده از جناب. مایلش جناب، چه خیلی که شما میخواهید. خوب شده از جناب، میایم. البته میایم. بخیر از جناب، کم چکل پریشان حالید؟ دارم را دید. مرامت کی زنگ زد؟ انجمن بزرگ مرا دعوت کردند. آقای داستان اومد؟ کمی پیشتر اومد سردار. برو ریکور. تشکر سردار. باز چقدر ما رو در اینجا نگاه می‌دارند؟ صبر کن خیره، نجیب سردار بیایند. ها، انا اومدند. سردارم، ما همه لحظه یاد شما رو میکنم. آید کدام مثلا؟ کی ما رو از اینجا میبرارید؟ آخر میدانید که ما گناه نداریم. ها، به گناه گفته کودک درگاه ها رو میگویند. کنه این رو گیر. این چی هست؟ دلمه. توی خیلی دلمه رو دوست میداشتی. در وقتش بسیار خورده بوده ایم. اپای هنر گفت که دلمه رو شاید یک کنده. ایجا سوخه هایت نمانده اجورا جان. فرمایلش. سردارم، موکای از اینجا خلاص میشه ایمان؟ اول مسئله حاضر آل رو حل کنیم. بعد فکر شما رو میبینیم. احوال حسابه چی خیل است؟ خوب خوب. از آنه که فکر او رو میکنی نشسته فکر خدا درو کن آقای گید. اوه سردارم، خدایا سردارم. خوش آلا نشستن گرید، بعد وا میخوریم. خوش باشید. خیر شیر بچه ها، برو ریکور. دوستان سردارم، کنی این رو خوشیل مزهش رو چشید. بگیر خیری، تا کفیدنت بخور. جناب، یکان حادثه کرایی نیست که خوابیل اندیشه باشد. اگر این خیل نمیشد، ما رو در حال جیغ نمیزدن، مینیک. جناب، التماس میکنیم، وقتی برامدید به ما زنگ زنید. مایلش، مایلش، شما کارهای گفتم رو انجام دهید. من مسئله محکمه رو فهمیدم. اگر امروز حاضرال رو به محکمه کشند، علاجه ندارد. اما اگر کار به پگامانه شناس داریم، مسئله رو حل میکند. خب، فهم که کیو رو به محکمه میبرند. اگر امروز باشد، یک کار کنید که به محکمه نرود. البته جناب، البته. این کاری انجمنی بزرگ از کجا برآمد پیکاس؟ نمیدونم. پیساگور کی آمد چی بودن این مسئله را میفهمیم. خب هم از پای کاری خودش شود. موکل با کدام عیبش گناهکار کرده؟ دیر رو نگفتی. با یک گناه گناهکار نشده است. پروندهش بسیار وزنین است. همش رو میفهمونم. اگر خواهید اول از عملیاتی که به سابق سروزیر کرده است سر کنیم. این فرمان را از کی گرفتید؟ آقای دوچیتون، من تمام عمر خود را برای طبابت بیماران دادم. خدمت برای بیماران برای من بزرگترین کار به شمار می رود. شب را روز نگفته به طبابت خلق بیماری گرده سر و کار گرفتم. یک بار از اطرافیان پرسید. باوری کامل دارم که شخصانی پیدا می شود که از نزدیکان و خیش و تبار شما که من آنها را جراحی کرده باشم هستند. پرونده تجارت اوزها را بتر می بینیم. شما اول همچون طبیب به قسمتان صادق بودن یا نبودن را بگویید. بیمارهای پولدار و ثروتمند را غیر قانونی عضوی گرده دادید. همین را هم دانستن میخواهم که چخیل در مرکز تجارتی گرده بین المللی خود را جای کرده و این را کاری ثواب میشمارید. باز دانشگاه و بیمارخانه میسازم گفته از خزینه دولت 60 میلیون دلار قرض گرفته، دولت را قرضدار هم کردید. اما اول به سوال یکمم جواب دهید. دعوا کردید که کتف سروزیر از کار مانده است، دیگر سری وصفه آمده نمیتواند. اما وقتی که از بیمارخانه شما خلاص شد، او را در دیگر بیمارخانه تشخیص کردیم و کتفش صحت و سلامت برآمد. این سروزیری که او را در جای خوبش محبس کردید و شما خوبی کرده مقام رئیس جمهور را داد.
شورنوکش مورین است؟ بعد از این کارها با گروه های مخصوص همکاری کرده در انقره در یک مهمانخانه مجلس مخفی گذراندید. نقشه شما این بود که حکومتی حاضره جمهوری ترکیه را نیست کرده و بجایش حکومتی ملی را برپا کنید. در این حکومتی ملی نو وظیفه شما باید چی می شود؟ در تلویزیون که صاحبش خودتان بودید، پیش از انتخابات به مدیر تلویزیون سپارش دادید که هر چی میخواهی بکن، کاری کن که در این انتخابات آوازهای حزبی سری قدرت بوده کم شود. امکانیت های دانشگاهتان را برای آدم های یرکن کاندو چی طور آماده ساختی؟ با دلیل ها گفت. وکلا مجبور نیست که به این سوال شما پاسخ دهد. من همچون یک اکادمیک بین المللی صحای تیب بوده و تنم را با افتخار تمثیل کرده. این گونه سفسطه های تهمت های قدی کوچه به ما نمی زیبد. من حق دارم به سوال های شما جواب نگویم. آقای حاضرال، می دانم که شما بسیار پرقوت و دست دراز هستید. اگر در برلین حمایتگر داشته باشید، در وطنی ما هم دارید. حجت های سیاهی جنگ و فتنه از اداره شما یافت شد و این دلیلی آن است که شما با چی کارها مشغولید. فرمانی داده شما برای تشکیل کردن میتینگ گردی همایی ها در انقره، استانبول و ازمیر علیه حکومت در دست ما می باشد. در اکثر این همایش ها شخصا خودتان اشتراک کرده اید. آن عکس ها را در دست داریم. اکثر همایش ها در تلویزیون شما مستقیما پخش شد. باز می دانیم که عملیات با نام شمر است. از سی آدم اساسیش یک تا از شمایید. این معنای آن را دارد که باز همراه شما دو کسی دیگر هم است. سه نفر در کنج حجره طرح نقشه ضد حکومتی می کشند. در اینجا می توانی سخن نکنی، اما با این قدر دلیل زیاد در محکمه البته مجبور استی که سخن بکنی. توجه. روح جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونا تو شکستگی مردم چی میگوین؟ همش نقص میشن. خوشی جو ایش چیز تنها آلی جناب، شما در اینجا منتظر شوید. باید تلفنتان رو گرفتن، لباسویتان رو کوبن. این فرمان است آلی جناب. مرحمت، به این طرف. انتظار می شویم. مالش انتظار می شویم، برای من فرقی ندارد. این خیل نکنید، هر یک ساعتی که شما مرا در اینجا دستگیر می کنید، دانسته گیرید که یک بیمار گرده عذاب کشیدن می مورد. شما را برای شوخی بازی دستگیر نکرده ایم.
و ما حقیقت را فهمانید گفته دستگیر کرده ایم. آدم بی خطا می شود؟ شما در رفت کارتان یگان مراتبه خطا نمی کنید و گمانم مرا خوب نمی شناسید. شما تلفن کرده از کلانهایی در انقره بوده پرسید که من کی هستم؟ از ما هم پرسیدم میتوانید که ما کی هستیم؟ آقای حاضرال به گمانم از همش با خبر هستید. اینجا جایی نیست که به هر کس و به هر مکان تلفن کرده فلان شخصیت را پرسید. ما تکیه به دلیل ها کرده میپرسیم. طبق این دلیل ها انتظاری پاسخ میباشیم. لطفا سفسطه را بس کنید و به سوال های ما جواب دید. اکنون مقامات دولتی انقره به شما یاری دادن نمیتواند. انا بینید این دلیل های عملیات سابق سروزیر می باشد. اینش باشد پرونده های آید تجارتی عضوی گرده. این پرونده باشد برای غیر قانونی بنا کردن دانشگاه و بیمارخانه می باشد. دلیل حجت ها خیلی زیادند جناب حاضرال. ثبت آوازتان، عکس ها، به فکرم اینقدر دلیل حجت ها را رد کردن نمی توانید. شما دیوانه شده اید. باز چی؟ اگر موکلت حالا در امریکا یا اینکه در شویتسر زندگی میکرد روی دست میگرداندند او را. این تهمت بزرگ است علیه جمعیت طبیبان. بله تهمت. یکم اینکه موکلتان شب و روز دعا کند که در امریکا زندگی ندارد. نباشد او را در کرسی برقدار میشناندند. دویم اینکه آن جمعیت هایی که زیر نظارت قرار دارند دلیل های و حجت هایشان در دستمون میباشد. ما را شما این قدر هم ساده فکر نکنید جناب. گوش کنید، در این دولت یک سر قانون نوشته و یک سر قانون نانوشته می باشد. این دولت بسیار سر و اسرارش را به من امانت کرده است. شما را یک بار دیگر آگاهی کردنیم، من طبیب جراحی عادی نیستم. فراموش نکنید من دادستان عادی نیستم. مرا به سبب دادستان مخصوص نام نمی گیرند. اگر سخن کردنی نباشید لازم نیه، خودتان میدانید. اما امروز با خواستی من به محکمه میروید. باقی مانده کاری آنهاست. ممدو آل جناب را از اینجا ببر. او را با اتاق خوب انتقال کنید. جمعیت را خشم کردن نمیخواهیم. مرحمت با من بیایید آقای دکتر. ما چیکار کرده ایستادید؟ مرا حقی دستگیر کرده ندارید. من طبیب معروفی می باشم که عمر خود را با بیماران گذرانیدم. دستایتان را گیرید. من هم یک پلیسی عادی هستم که یک حیات خدمت ملت را کردم. دامت را گیر و راه گرد. از بالای همتان شکایت میکنم. شما را نیست میکنم. حالا نمیدونید که با کی سر و کار گرفته ایستادید. یک تینی پوچک قدم ندارید شما. مرا گوش کن نوبکار، تو از حد بد نگذران. یگان مادر تا حال فرزندی به دنیا ناورده است که قدر ما را با یک تینی پوچک برابر کند. میبینم این کار همین کار به انجام نمیرسد. جان چی حال دارید؟ بله چند بعد او رو میبرند. نه کاری محکمه رو به فردا نمیگذارند. فهمم. باز چقدر انتظار میشویم؟ شما رو انتظارم. مرحمت. سه سال شد که بی‌ایست قوه‌های خود را گم کرده ایستادیم. مرد ایون را کشتیم، لیکن تا حال عقیده‌های او در این سرزمین دوام یافته ایستادند. همیشه فتنه و خرخشه می اندازیم، دائم عملیات های تروریستی را انجام می دهیم، سوی قصد علیه سرداران کردان و حزب ملتچیان کردیم، لیکن موفق نشدیم.
اگر موفق می شدیم شاید سرنوشتی نو را آغاز می کردیم. علاوه بر این یک چند سال شد که پرقوتترین آدم هایمون دشمنی رقمی یک را نیست کردن نتوانستند. اینجا یک مسئله اساسی می باشد. آینده این سرزمین را ما حل می کنیم یا که شخصانی که گروه مرد ایوین را تمثیل کننده ها. سه سال است که عمل های ما این را نشان می دهد که روز بروز ما عقب رفته استاده ایم. علاوه بر این قواهایی که زید ما می باشند نقشه و عملیات های زیرین را کشیده استادند. دولتی بزرگ شدن را، دولتی مرکزی شدن را، با همسایه هایشان یگان مشکلات نداشتن را نیز این نقشه های آنها باشد. 50-60 ساله نقشه و استراتژی ما را برباد داده استاده است. نقشه و استراتژی که همیشه مشکلی با کشورهای همسایه داشتیم اکنون برباد رفت. آن دعوایی که وطنمون با همسایه های دشمن شده است نیز برباد رفت. بجای آن دعوای وطنی پرقوت آمده است، خصوصا با نقشه هایی که علیه گروه های ایبرانیان قوا آزمایی می کنند و طرفدار حق و عدالت می باشند. در عالم اسلام خوب استقبال گرفته استادند. گویا این که تمام شفقت و رحم انسان هایی که در جغرافیای عثمانیان بودند در دست ترکان می باشند. ترکیه در دنیای حاضره مثل جمهوری چین یکی از دولت های پر اقتدار شده استاده است. همین طور همراه چین و هندوستان در 10 سال آینده که از ما وابستگی ندارد ترکیه راه بلدی نو خواهد شد. سالهای پیش اینجا دولتی بود که هر نقشه ای که می دادیم بدون مشکلی حل می شد. حالا باشد این دولت داران نو نقشه های ما را بباد می دهند. از این سبب انجمنی بزرگ قرار داده است که با دستگیری و یاری دوستان خارجی می خواهد که یک صحیفه نو را آغاز کند. تو را محض برای این دعوت کردیم پیسگار. این صحیفه نومان هم تمام نقشه های حکومتی بودران نیست می کند و هم عرف و عادت پیشینه ما را از سر نو برقرار می نماید و تا ابد دوام می دهد. برای وحشیانه نیست کردن حکومت حاضره کار نو سر می کنیم. نقشه های بزرگ و خونین ما را انتظار است. منو سردید سردید دفتم سردید اما تو رو بزن دفتم گفتم تو هم تو رو روگرد باره میکنم سردید 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 دفتم زود روگرد من رو دیوانه نکن زود روگرد میگویم آنها رو به نظارت خونه باید. نظارت خونه پورا سردارم. بر باشد چی؟ بیگذار نفسی در اون بودگی ها تنگ شود. دیگر چاره نیست. بی تو هست. روکر. روکر زودتر. نغمه نکن. زودتر روکر. مقصد شما از عملیات بزرگ در چیست؟ قواهای زنده را برای نیست کردن به میدان دعوت میکنیم. یک فلاکتی را باید تشکیل کنیم که این سرزمین بعد از آن تنها برای امنیت این دولت به ما باوری کنند. آن نقشه هایی که دولت ترکیه با دولت های همسایه که در صلح و آسایشتگی زندگی میکنند همش را نیست و نابود کردن در کار. قواهایی که حالا در ترکیه میباشند با یاری قواهای ارمنیان، کردان و تروریستان زده آن قواها را نیست کردن لازم. نقشه و دلیل های آنها محبت وطن را زیاد کرده ایستادند. آزادی، شوق و مهربانی و عدالت را در همه جای ها پهن کرده صبر و طاقت را پیشه کرده ایستادن. حالان که کین و نفرت، فتنه، بخل و عداوت، بیرحمی، دعوای خونین و انتقام را زیاد کرده مردم را به گروه ها پاره کرده بودیم. لاگرها تشکیل کرده یک نظام معین داشتیم. باید کار کرد که همیشه در کارهای خارجیشان مشکلی و پرابلم ها باقی مانده و فکر و عقیده خلق را به جای رسانیم که غیر ترکان یگان کس دوست ترکان نمی باشد. این باید سیاست و شرایط آنها شود. باید ترک ها با دنیا همیشه در میدان جنگ باشند. آینده دنیا را چین و هندوستان با وضع اقتصادی و نفوذ جوانان بالا میبرند. ترکیه هم با وضع اقتصادی اش که زیاده از 1 تریلیون دلار افزون شده است، چورناکی خلق بالا رفته است، جای خاصه را کسب کرده است. از این لحاظ عسکران ترکیه که به لبنان و افغانستان میروند در آنها وظیفه قوه های صلح خواه را نمیبینیم. آن فلاکتی که در ایران شد، ترکیه برای برطرف کردن این مشکلات نقش کلانی را بازید. نباید این را پس پرده پوشانیم. حادثه هایی که در منطقه های عرب، اوروآسیا شده استاده است،
با دقت مشاهده کرده ایستاده ایم. یک قسم ترکیه در اروپا بوده و در کشورهای اروپا نفوس ترکان برابر به نفوس یهودیان اسرائیل بوده، فکر میکنیم این معنای آن را دارد که نظارت را ترکیه از دست داده و آنجا کسی نمیداند که آنها چگونه ترقی میکنند. برای همین فوراً نقشه های کشیدهمون را عملی کردن لازم و ضروری است. اگر ترکیه برای ساختن کارخانه مواد یدرایی اورانیوم ایران انتخاب گردد، همه آن نقشه ها برباد می روند. در حالی که چین را ضد ترکیه برآورده، جنگ و جنجال را ادامه می دادیم. از این سبب آن شخصانی که ترکیه را دولتی با قوت در این منطقه حساب کردنی هستند، نیست کردن در کار. علیه آن سه شخصیت باید در یک وقت سوی قصد کرده شود. کارهای خارجه، کارهای داخله و اقتصادیات باید سوی قصد کرده شوند. این سه سوی قصد نقشه های اساسی ما می باشند. یعنی علیه سه وزیر سوی قصد کرده می شود، درست فهمیدم؟ بله، سه سیاست مداری که معماران اساسی می باشند باید مادی و معنوی بمیرند. وقتی که نقشه سوی قصد علیه یک وزیر را فهمیدند، تا خانه های خواب من در آمدند. آنها تنها یک حجره ما را دریافت کردند. باز مثل این ده ها حجره داریم که تا حال آنها بیخبرند. این نقشه را در حال عملی کردند در کار تا اینکه روح آنها خبر نیابد. فوراً وزیری کارهای خارجه را نیست کردن لازم. دیگر وزیران را باشد. با یک دیگر جنجال انداختن در کار. اقتصادیات را ویران میکنیم. دولتی که اقتصادیاتش ویران شد، کارهای دیپلماتی و خارجیش موفق نمیشود. سروزیر با رئیس جمهور دشمن شده، جنجالی میشوند. باید کاری کرد که وزیری خارجی از پس منفعت‌های خود دویده، در فکر آینده وزیر بودن خود شده، گپ‌هایش با حکومتداران چپ شود. خبرنگاران ما که در درون آنها میباشند، 24 ساعت کار میکنند. اگر ما آینده را امروز به شکل معین نداریم، آینده از ما نمیشود. آنها را به اینجا پرتاب. سردارم، این دیوانه ها را باید در جای محکم تر نگاه داریم. دیوانه را که دی تاقیش را به هوا میپرتاب، دل یک دیگر را میابند. تو پروانه کن. دیوانه گری نکنید، آرامیستید. نباشد میدونید چی کار میکنم. کرزنه سردار، راگر درو. بیا می رویم. لیفافه روان کردگیت رو گرفته. به جایش گذاشتی؟ حاضر در جایش مانده. بسیار خوب، وقتی که همه آرام شد کار یگیت را تمام کنند. یگیت خودش تنها؟ همراهش خیری گفتنی آدم است. کار کرده او را تنها مان. کاری حاضرال چی می شود؟ امروز به محکمه می برند. من خودم با او سر و کار می گیرم، نگران نباش. به تو خبر می دیم. نایلش این را خوب دانید که تا به امروز جوانان ملت همیشه دوراندیشانه حرکت کردند. اما بعد از آنی که حمله تروریستی به سردار ما کردند، صبر ما جوانان ملت تمام شد. بعد از این هر کاری که می شود معذرت قبول نمی کنیم. تشکر زیاد. حجت های لازمه را به تو روان می کنیم. تو تیاریت را بین. با آدم هایت فرمان های ضروری را بده. در حال کارا سر کن. اطاعت جناب. یک مسئله مهمی دیگر، این پروفسور حاضرال می باشد. ما نیتی رئیس جمهور شدنی او را داشتیم، اما حالا او در درون حجره به زیر سوال قرار دارد. این برای ما یک ضربه شدید است. نگران نباشید، حاضرال هرگز به محکمه نمی رود. اگر برایت هم یکان شانس ندارد. من آید این یک روی حل را یافتم، اما شما چی فکر و اندیشه دارید؟ چی خیلی که می خواهی حل کن، همش در دستی خودت می باشد. نباشد، به من اجازت دهید. اجازت.
سردارم، این حریفان با من هیچ معقول نشدند. اینها رو چرا آورده باشند؟ نمیدانم خیری، صبر کن، شاید بویش میبراید. ای برادر، چین خیلی گذاری؟ با کسی مانند کردی؟ نه، تا حال مانند نکردم، اما میخوایی که بیان کس مانندت کنم؟ گم نزنی سردارم، بلا پاپسشان گم نزنی. مانند کردنیم. چکل میکنی این کار را؟ برادر، نجیب سردار رو جغزن، یک لحظه به اینجا بیاین. گوش کن، ما رو برای پرورش به اینجا آوردن. چی شد جوان؟ چی خیلی ترسیدی؟ آقا جون، شما با ما کردور نشوید، گذارید با جویتون، گذارید. یک از مرا خوب گوش کن، از جمامه در اومدم، از حاضر آلیگان خبر هست؟ متاسفانه خبرها ناخوشند. امروز با محکمه میبرند. جنابی سوهم مسئله رو حل کردن نتوانست. امروز یکون کس به سخنان ما گوش هم نمیکند. این مسئله رو کاری میکنیم که حتما حل شود. مایلش، یکون کس رو رماند کن، یک کار کن که بیمار شود، بمیرد، یعنی مانعی محکمه رفتن شود. خوب شد از جناب. کاری سرمت قهوچی چی شد؟ یمن به پیش او رفت؟ میرود. یمن در تلویزیون برآمد کرد، اما سرمت بعد از او برآمد کرد است که اگر من مورم یکون کس به کوچه و خیابانو نمیبرد. این همش از بازی عبارت بوده، فتنه انداختنیان. ما باید با شعورانه عمل کنیم. همه این نقشه های من را برباد داد. مایلش، تو هم با او رو. من عیادت کردن میخواهم. رفتی کارو دیده باز فکر میکنیم. آها، خوب شده است. چی گفت است؟ سلامتی سرداری حفظ چی خیل است؟ حالا بسیار خوب است. شما قید کردید که جوانان ما بسیار خشمگینند. بعد از این یکون حدیثه ای که رخ دید، عذرتون رو قبول نمی کنیم. اما بعد از شما آقای سرمت قوچی سخن کردن، در این موضوع چی گفتنید؟ جناب سردار حزب از ما دیده خوبتر می داند. اما این را گفتنیم که این سرزمین اصلا پاره کرده نمی شود. اگر درکار شود، تا قطره خونی آخری نمان جنگ کرده صدها هزار کس شهید می شوند. اما وطن را پاره کردن نمی گذاریم. این را دانسته گیرید. مرا جیغ زیده جناب. در اینجا انتظار شو، با تو گپ دارم. این وطن را بابای و پدران مرا چی تو خستی؟ زود به جای برم. این آدمان اینجا چی کار میکنن؟ چی کار داری؟ راه گرد همشیره، یاری این آدمان چی میخوان؟ چرا از جایتون خستید؟ باید استراحت کنید. باز با شما خبرهای دیگر را خواهیم داد. ما حتما خبرهای دیگر را به شما میرسانیم. حالا همین قدر رفیقان، اگر لازم شود باز برآمد میکنیم. این پیکاس کنی رفیقان، مرحمت بروید، التماس بیرون بروید. بیایید این کاری باقی مانده را تمام کنیم. مایلش مایلش.
این آدم رو از کجا آوردی به اینجا؟ در عرف و عادت ما عیادت بیماران بسیار هم مهم است. این کس سردار حزب ما. پیکاس میخواهد با شما سخن کند. خانم همشیره، التماس ما رو تنها گذارید. باید خوراکش رو خورد. با شما گفتم که ما رو تنها گذارید، نباشد خودم میبرم. امشب رو در اینجا میگذروند، بعد هر چیزی که دکتر قرار دهد همون میشود. یگیت، یگیت در کجاست؟ کی؟ لباسهایم. هرگز فکر رفتن رو نکنید، با این حالتون یگونجا رفتن نمیتوانید. تلفنم رو میخواهم. تلفنتون در جیبون، اگر یگون چیز لازم شود مرا جیغ زنید، من میایم. برآمدتان را شنیدم، کاری خوب نشد. برای چی خوب نشد؟ باید جوانان با کوچه ها می برآمدند. ما این خیل بازی را یک بار دیدیم و بسیار جزای وزنین کشیدیم. چی؟ باید جوانان خسته کردانی که از پیششان می برایند پارا پارا کنند. جنابم، این چه سخن است؟ مرا ناامید کردی سرمد. تو نباید این خیل ترسانجه که نوبکار شوی. بسیار خوب میدانم که با چی کارها مشغولی. پیکاس، در حال از اینجا برا. ما اینجا برای عیادت بیمار آمده ایم. او باشد با ما این تر معامله میکند. افسوس. گفتم کو برا. میدانی چی؟ چندین سال شد که در خدمت وطن هستم. چندین سوی قصد دیدم. یک رئیس جمهور زهرالود شدم مرد. در ماشین یک روزنامه نگار بمب گذاشتن. باز با یک سروزیر دیگر در بیمارخانه حمله کردن. تو شخصی با تقدیر بوده ای. چی گفتنی؟ بخت همیشه در رویت نمی خندد. تقدیر باشد با ما دوباره امکان نمی دهد. می خواهم که قدر قیمتت را دانی. از تهدیدهایت نمی ترسم. جناب سردار، شما پیکاس رو خطا فهمیدید. از معنی سرش هم فکری تهدید کردن شما نگذشته است. برای من فرقی نیست که شما مرا میکشید، اما تا مدتی که زنده ام جوانان حزبم رو خوراک شما نمیکنم. این سخن ها رو آخرین مراتب از یک شخصی که به چرخبال سوار شده بود شنیده بودم. سوار شد اما دیگر صحت و سلامت به زمین نشست. اکنون برا از اینجا. با گمانم که مرا فهمیدید سردارم. یک بار دیگر سلامت باشید. پیکاس پیش من آمده است، نباید خواب کنم. گفته بودی که نمیخیزم، چرا گبرا گوش نمیکنی؟ گرست نشدم، از قهوه خانه یکان چیز گیرم، میده هم خالی شده است. اگر نخورم بیمار میشم. من میگفتی من میووردم؟ برای تو زحمت میشود. دردی سر سرمد گب زدی؟ تا حال رد میکند. فهمیدم. من در پایان هستم، بیا کمی صحبت کنیم. حاضر میایم.
باز یک داستان عشق و نبرد. باز یک کاری تازه در عالم سینمای تاجیک. وفا فیلم جدیدی کارگردانی امید بخش محمد ربی اسماعیل با دیدی نوی زمانوی سبتی اعلی صفت از جانب کارخانه واحدی دولتی تاجیک کینا منتشر می شود. روزهای نزدیک می توانید تماشا کنید. تو اینجاییست؟ خوب شده جناب. واخوری چه خیل گذشت؟ فرمان نو دادند، همش رو می فهمانم. برای آنها مسئله حاضرال بسیار مهم می باشد. چی امرو فرمان داره تیارم؟ یعنی بیسدورم در اینجاست. حجت ها تیارند، پس از چندی به سودی عالی می فرستیم. اگر خواهید یک بار دیگر او رو پرسید، پگاه به محکمه می برند. با شخصی که سخن کردن نخواهد، چرا او رو یک بار دیگر زیر سوال قرار دهیم؟ سودی معقولتان نشد؟ نگران نباشید، من او را میشناسم. او مردی درست و باننگ و ناموس میباشد. موکلم بیگناه هست، ای را در محکمه خواهید دید. هر دویتان از او بخشش میپرسید. جوهرش امین است. بله، حل کرده میتواند. خودش به امنیت در آمده کار را تمام میکند. با لباس های پلیسی به درون در آمده حاضرال را یافته کاری فرموده را حل میکشند. باید به نجیب سردار خبر دهم. تلفن. باید تلفن یابم. کجا گم شدی برادر؟ چند مرتبه گفتم که از حجره بیرون نبرو. تلفنات رو ده. تلفن برادر. می دکتر. دکتر. یاری ده دکتر، التماس. دکتر. دکتر. باید به نجیب سردار خبر دیم. باید به نجیب سردار خبر دیم. برای چی جزا دیگه که از جایش خیزم؟ در درون سویلای گفتنی خانم است، شناسی ما است. غمی کامیره ها رو نخور، همش رو حل میکنیم. این لباس به اندازه ای تو بوده است. در درون این دارویی هست که باید به حاضرال آن را دهی. فهمیدم جناب، حل میکنم، پروا نکنید. مایلش میتوانی روی. سویلای خوش میکنم. برای کاری حاضرال جوهر گفتن یک شیر بچه را روان کردم. حل کن، جوهر هم عین زمان کاری خودش را حل میکند. مایلش روان کن. من باشم نزدیکی گیت میرم. تو همراه من بیا. من؟ آه، با تو میگویم. زیر سوال قرار میگیری. نوبت تو هم میشود. نمیخواهم که اگون به انتظامی شود در اینجا.
نباشد همه اتون رو نابود میکنم. کنی گذاششین در اینجا انتظار شو، آقای دوستان کمی پس می آید. یک دقیقه یک دقیقه، دوستان این وقت نمی شود، بعدی رفتن ما این کارها ایواز شدن. بسیار گب نزن، انتظار شو. در حقیقت این زن احمق بوده است. آی گودک گریه داری چی بلو؟ من گمانم گریه دارد. حیف. خدایا تو به من صبر عطا کن، این مخلوقان از حد گذراندند. با تو میگویم نمیفهمی چی؟ یک پشه غونگاس میزند اما من زبانی او رو نمیفهمم. نبینم وقتی که اکیس همه با تو گم میزند برویش نگاه کن. برویش نگاه میکنم اما دلم بی حضور میشود، بوی و افلاسی او را تحمل کرده نمیتوانم. با من نگاه کن. حالا تو از آن منی گیت. مرو بسیار ترسندید، برای شما شده من گپ شنیدم. با من تلفنت رو ده. نیست با سر کردی، خواب کن برادر. باید با امنیت زنگ زنم، مسئله مهم است. اول امنیت تو رو تامین کنیم. با نجیب سردار زنگ زدنم در کار است. با نجیب سردار بر وقت ترگویی نمیشه. با من ده. الو نجیب سردار. چه شو ثابت؟ بخیر است سردار، ما رو خوب گوش کن. حاضران رو میکشند. کی میکشد؟ پیکاس و بیساگار. سردارم در نظارت خونه جنگ شد، یک کس رو یرادار کردند. با تو باز زنگ میزنم ثابت. نجیب سردار تلفنش رو خاموش کرد. خنش با قوت بده سرگردان میکنی بفکرم. نکن این کارو، ایستا، پرتو کلید اینجا در دست کیست؟ نمیدانم، زودتر بیاریم. ایستا، نکند این کارو، ایستا. برای چی جنگ شده باشد؟ کی این دیوانه ها رو در اینجا گذاشته است؟ نمیدانم. کلید اینجا در کجاست؟ سردار، کلیدش رو یافتم. بگید، ایز کتن، این کار رو نکن. نکن بازمین دوره دوره. تو چی کار میکنی دستا؟ در اینجا هم مهم شده نمیتوانی. خود با خود با ما حمله کرد، رفیقم رو لاتو کوب کرد. این رو بینید. یکی در از اینجا برارید. اول آنها با من حمله کردن دوستم. مرده است، نهایت سرت رو در بالا موندی. دیگرش رو هم طولت کوب کردی. دوستم دیوانگی نکن، من چرا بیهوده با آنها حمله میکردم؟ نمیدوند که من با این خیلی مخلوق خواستر رو کار نمیگیرم. کی بودنی تو معلوم است. راه گرد. سرده مرا سرده دیگر. دوستم آرام باش. سرده دوستم او را از پیش چشم دور کنید. اطاعت سردار. ببرید. خوب شده است. ببرید زودتر راه گرد. این یگیت بسیار با قوت بوده است، کامل را کشت، قریب بود که سمی را هم نیست کند. تو را تمام نکرد.
نه اما سبتای کامیرا رو که گیرم همه گناه در سری یگیت میموند برای این کربت لازم است وزیرال چه خیل است؟ منتظر آدم شمایان تا او از یگان چیز خبر ندارد مایلاش همین زمان او هم میآید ممدو یک لحظه مرا گوش کن برای چی قرار نمیستی؟ دو دقیقه راحت کرده نمیتوانیم در او هم رو دیمونه کردی میفهمی من یکان کاری نکردم آنها خودشان به من حمله کردند فقط همین خیل میگویی راهگرد راهگرد به اینجا در آه من گناهی نکردم دوست در اینجا ایست آرام ایست مایلش من گناهی نکردم میفهمی من گناهی نکردم چی شده؟ آن مخلوقا با من حمله کرد چی؟ یک تو ارسک بر این مرد بده ای کار این که گناه را بگردنی من میزنند کارها بزیب کو آقای مامور یک دقیقه این را گرفته در طرف چپ امضا مانده بیارید کلی در درون می باشد خوش نست چی شد آقای مامور؟ این چی دادو وای است؟ یک کس را در نظارتخانه کار زدند از مسئله سودی من یگان خبر است؟ می گویند که امروز مرا می برارند؟ ما می خواهیم که امروز نبرایی یک دقیقه خودش چی کرد؟ تو کیستی؟ چه این دجایت؟ اگر خودت سوزن زنی درد نمی کند دستی من نیاد وزین است از اوده دو نفر برامدن هم میتواند باز بسیار گفت میشوند شما رو زنگ زده استودند ثابت میگوید که کاری فوری بوده است نبه ثابت سردار برای کشتن یک خازر آن پشا با یک شخص رو روان کرد تو چیو میگوی ثابت من از یک خازر آن نوید سردار رو میکشم مرا پیسگار روانه کرد نمیخواهد که تو را با محبس کشند پیسگار نباید این خلکان کند او مرا حق کشته ندارد این را نمیتواند میتواند بودونستانی کلمه و واژه های زیاد صحبت شما شنیدنی خواهد بود واژه‌نامه الکترونی از تقدیمات مرکز پرودوسری همصدا برنامه الکترونی واژه‌نامه با 4 زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و ترکی آسان و کولای برای ترجمان ها، محصیلین و کارمندان کارخانه و اداره و مؤسسه ها با استفاده این واژه‌نامه که بیشتر از 103,000 کلمه دارد شما کلمه ضروریتان را در یک ثانیه پیدا میکنید برنامه الکترونی واژه‌نامه را شما میتونید از دلخواه مغازه فروش دیسک ها پرسان شوید تلفن ها برای معلومات 907-59-28-28 907-79-28-28 یک جویا برای غنی گرداندن بنیاد لغوی و برای همصدا بودن کار خواهیم کرد همصدا همصدای دل شما با توجه مخلصانی سلسله فیلم های استودیای همصدا حامیان محور حقیقت و مثل یوسف از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالاگراما دار را خریداری نمایید. گالاگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالاگراما ندارند صفتی پاس داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسک های گالاگراما دار برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردنی شما مساعدت میکنند از شما استودیای همصدا احترامونه خواهش مینماید که اگر شما فروش دیسک های قلبکی یعنی بی گالاگراما را دیدید بی‌طرفی را اختیار نکرده با تشکیلات و یا کمیته های دخل دار مراجعه نمایید